بیا تو اینم قرق چوجون. قرق چوجون چه خبر؟ جناب سرهنگ. افسر. بالاخره دزد اصلمو گرفتن. این بود دزد اصلم؟ بابا من پیدا کردم اون. همین بود؟ ببرش تو، ببرش تو. ببرش تو. ببرش تو. ببرش تو. بابا من ندوزیدم. ببرش تو. ببرش تو. پیدا کردم. افسر. سری استاد حسینی دوست قرخچه رو گرفتن صداش اونها برو حسین کاش بیارش با مبارک باشه بالاخره دوست گرفتی بابا من دوست نیستم من اونو پیدا کردم ارشد بر قربان ساکت عزیزت ببخش برای بازجویی من برم یه سری به جان سلام برو ببینم خب تعریف کن قرخچه رو چجوری گرفتینش طیبه همه رو برات تعریف کن برو درش تعریف کن سلام سرکار قرخچی آقا بهتون از صمیم قلب تبریک میگم انقدر خوشحالم ها خدا را شکر الحمدلله بالاخره دوز سلاتون گرفت شکر خدا بله پس مونده اون متهم و فراری اگه اونم بیاریم تحلیل بدین ها الان چی به خوبی خوشی تمام میشه اونم میارمش حالا تو چی میگی؟ بله مطمئنم شما هم به زیاده دستگیر میکنیم کارا چیه میکنیم باز به درو دادن برو سر کاری چرا واسدی؟ یه برو ده بله سلام چطوری؟ کجایی؟ راست میگی؟ وای خدایا شکرت وای نمیدونی چقدر خوشحال شدم باشه 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 خداحافظ کیه؟ بابات بود دوز اسلحه رو گرفتن شوخی میکنی ماما خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا این جناب سروان برای ما نگه دار خدایا این جناب سروان یعنی هرچی که دلش میخواد بشه الهی خدا دست و پنجهش رو طلا بگیره که اینقدر به ما کمک کرد جناب سروان؟ همین آقا افشین خودمون دیگه شالا خدا حفظش کنه ماما نه برای مادرش اینا بره مار اصلا تو دوغنی تو اوه دایی صاحبه آقا جون سلام سلام علیکم چکره چه؟ شما ها؟ اینجا چیکار میکنین؟ هیچی همینجوری البته همینجوری هم که نه ما گفتیم بالاخره خانم ها میخواد که سور و ساتی بده واسه خاطر این جریاناتی که پیش اومده میخواد ما رو زنگ بزنه دعوت بکنه ما خودمون رو دعوت کنیم که دیگه شما تو زحمت نیفتی آره آقا من واسه چی باید سور و سات بدم؟ واسه چی باید سور و سات بدی؟ واسه اصلایی که پیدا شده دیگه چون خیلی زحمت کشیدن و بعد دویدن البته ما با سفر وجود خودتون یه همچین کاری کردیم ارادتی که ما خدمت شما داریم قلبی خانم آقا جون از این به بعد میدونی چی کار میکنی؟ عکس تحویل من میدی؟ جنازه تحویل میگیری؟ نخواستی جنازه رو تحویل نگیری؟ کی به شما اجازه داده کارهایی که به شما اصلا مربوط نیست دخالت کنی؟ شما شانس آوردید که ما اون یارو رو دستگیر کردیم و الا ستاییتون الان کنج بازداشتگاه دستگیر شده بودی اینجا دست درد نکنه حتی خانمو ببخشید ما مثل اینکه واسه خاطر شما جونمونو گرفتیم کفت دستمونو به خطر انداختیم من نمیخوام اصلا شما جونتونو به خاطر من در خطر بندازی شیرفهم شد؟ بله بله میبینی آقا دایی؟ اینجا من باید کار دارم من یه لحظه برم اینم خانمون چی کار دارم اونجا نه اینجا برو تو بینم ببین میخوایم تنها باشیم راحت باشی هیچ کی اینجا نیست تنهای تنهایی بله پرنده پرنده میزنه خانمو بفرمایید چون میخوایم خصوصی حرف بزنیم نمیفهمی خصوصی یعنی چی چرا بیا خیالت راحت فرما صدا دیگه بیرون نمیره خیلی خوب پس حالا که مطمئنی پیاده شین یالا دیدی آقا جون اصلا صدا بیرون نمیره بیرون که نمیره هیچ توپم در کنیش که نمیفهمه صدا بیرون نره؟ نه پس میخوای تو هم یه داد بزن؟ نه لازم نیست دیگه معلومه دیگه پس خب ما خودمون بیریم بیرون اه؟ بیادشون صدایی؟ بفرم یا الله یا الله ببین ببین قبل اینکه شما چیزی بگی بذار من بگم بگو ببین خانم من میگم این دوتا سیرابی رو ولشون ول کرد خب
من تو رو بالاخره تحویل میدم. اون تو من تو رو آوردم اینجا یه چیز دیگه بهت بگم. چیه؟ اتفاقی افتاده؟ بله، اومدم کمکت کنم که پولتو از خسرو خان بگیری. یعنی زمینمون. زمینی که فراموش کن. گوش کن، اصل مرد حساب اصل پولتو از این خسرو خان بگیری یا باید کلاتو بندازی هوا. ببین چی دارم بهت بگم. زهر ما رو چیز دارم باید حرف بدم. اینایی داریم، یعنی یکی داره گوش میده صدای ما رو. اینجا؟ آره. یه مرد بینم. اینجا بارفیکش زد دایی. دایی بارفیک میده. چی کیه؟ بخشید. بابا خجالت بکشید. فرماتم یه آقا صحبت خصوصی میخواید بکنید، شاید اینجا جای مناسبی برای فرمایشات خصوصی شما نباشه. میخواید تشبه بریم تو همه بشین دور هم صحبت آره، بکنید یا اینکه چی؟ خواهید ببرید داخل ماشین. بفرمایید داخل ماشین بکنید. بفرمایید کسی خدا نکرده فرمشا تازتانی رو استراحسن نکن. خانم من فکر میکنم این جواب نمیده. اوف بابا این چه طرز رفتار با یه کوچیکتر آخه. با کوچیکتری مثل تو باید همینجوری رفتار کرد عزیز من. اینکه بارها و بارها جواب داده چرا حالا جواب نمیده؟ اینو به من بگو. قبلن طرف حسابشون خسرو خان نبوده برای این جواب داده. شما نمیدونی چه مار افخطی. مردشون مار افخطی ببره. این خسرو خانم کی که تو انقدر اینو دست و بالا گرفتی؟ قبلا دست پایین گرفتم شده زندگی می این دیگه. این چه جوری آدمو آچمز میکنه؟ آدمو چیکار میکنه؟ آچمز. آچمز؟ آچمز نشدی؟ آچمز. ها؟ مهشید. مهشید چه رفتی داره به مهشید؟ آچمز تو به مهشید یاد دادی. ما چی تو گرفتم؟ بابا ما که صد بار گفتیم غلط کردیم دیگه. حالا شما هی میچرخی میچرخی با عل گیر میده به این آچمز. خانمو نمیشه با این نمیشه بازی که این بد آدمی آدم غلطی. خب حالا این آدم غلطیه تو یعنی از قید پولت میگذری؟ نه قید پولو که نمیزنم. قید پولو نمیزنم هیچ. زمینم هم میخوام ولی اینجوری که شما میفرمایین نه. من میگم راهش همینه. تو این خسرو خانمو بسپارش به من. ببین من یک ساعته ببین چیکارش به چیه؟ این چی بود اسمش؟ این آچمز. ببین چجوری آچمزش میکنم. تو بخواستی من آچمز کنی آه؟ از دنم بگیم این میچرخی میچرخی باز گیر میدی به این آچمزه. بله چیه؟ بله شما؟ چشمی چند لحظه سب کنم؟ کیه؟ فرامرزه بابا آقا فرامرزم. فرامرز این داماد اینا. این داماد قدی بود. رفتید دختری با اون دست گوی رو دادید به چی به یه آدم مفنگی گودزیلا. و به بابا رحیم بگیویه. آقا سرهنگ. میخنده چند اینجا اومد تا دیشب سرگروبان بودی محشید نه بابا اون که دیشب بود. دیشب تموم شد گذشت. تازه من دیشب خیلی عصبانی بودم. بعد من وقتی عصبانی هم اصلا یه طوری حرف میزنم که همه دستم ناراحت میشه. اصلا هم کار خوبی نیست. بعدش هم پشیمون میشم. ولی دیگه دیشب تموم شد. آقا خدا به سر شده، خدا به سر شده. اگه ما فراموش کنیم این لطفیو که شما به ما کردی، اصلا این لطفیه که شما به ما کردی، اصلا ما نمک بخوریم هم نمک دونو نمیشکنیم که اصلا فامیلی ما اینجوری هستیم که محبت مردم یادمون نمیره دستون درد. آره نه. آره. آخ. ازاتم برم دست آب کنم. برو 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 برو. برو برو برو. اونجا نه، اونجا نه. اونجا خرابه. کجا؟ منم تو میرم دیگه. دارم میرم خراب دست جوش. اونجا دست خانم یه لحظه معذرت میخوام. یه چی؟ عرضه داشتم خدمتتون معذرت. این افشینه هیچ کاری نکرده با. هر چی بوده و نبوده کار ما بوده. چه کار شما بوده؟ همین عرضم به حضورتون خف کردن دزده و یه ردشو گرفتن اینا کار ما بوده. خب چی باشه؟ یه موقع شما فکر نکنید که این پیزوری مفنگی و جور بزاری این کار رو داره. اینا من این کار رو کردم. نه خیلی ما از این فکر نمی کنیم. بس چی کارش داری؟ این چی کارش داری؟ این تو جنگی تو فوزولی.
این تو دستشوی نداشتی؟ اگه نداری بیا برو. نه دارم دارم دارم. داری؟ دارم. بس برو. بس دارم برو. بفرمی. برو تو. میگم جناب سروان یه سوالی از خدمتون داشتم. خواستم ببینم این عکسی که من بالاش نوشتم وانتد رفتم زدم رو در شیشه مغازه دم خونمون چقدر کمکتون کرد تو پیدا کردن دزد اصلا؟ خیلی کم. واه. عرض کردم خیلی کم اذیت شدیم. دقیقاً ما سارقو پیدا کردیم. خیلی کمک کرد. اون واقعا دست شما درد نکنه. بله. چرا به دستتون رو زمین نگاه میکنین؟ زمین چیه مگه؟ چیزی افتاده نامرتب؟ خیلی هم مرتبه. ببینید پس لطفا اینو به بابای من بگید. چیو مرتبه؟ نه به بابای من بگید که اون عکس کمکت کنه. میدونید چرا؟ من که بابام فکر میکنه خدای نکرده من اون کارو کردم عکسارو چسبوندم اونجا این دختر شیرین نقلم. ماشی جون فوند خور. ولی فکر کنم الان دیگه مطمئن شده. چی گفتی آقا گروهبان؟ عرض کردم یعنی دیگه الان مطمئن شده که شما هم درست فکر میکنی هم با عاقل و بالغ و دستتون درد نکنه. شما خیلی به من لطف دارید جناب سروان. شما به من لطف دارید. من شب میخوابم صبح بلند میشم ترفیع گرفتم دیگه. همه لطف دارید. همین الانم یه بالا پایینشو خواهش میکنم. شما لیاقتشو دارید. لیاقتشو دارید. اصلا بهتون میاد ماشاءالله. چند سالتونه؟ بله؟ من بذاری من بهتون بگم. دقیقاً 34 سال. شما چه دقیق گفتین؟ از کجا میدونی؟ بله واسه اینکه ما 30 سال پیش ازدواج کردیم من و آصف. ایشون اون موقع یه بچه 4 ساله بود. البته من اون موقع 13 سالم بود که ازدواج کردم. پخته تر به نظر میام ولی محشی جون 36 37 دیگه نهایتاً 37. دختر چیز فهمم برام. مادر جون من شما رو نگفتم و جناب سروان. واه ببخشید مطلب خندداری عنوان شد که شما اینجوری میخندین؟ بابا اینا ولکن نیستن. ما؟ شما که نه بابا شما که گل سرسبدین. اونتها اگه ما رو تنها بذارید میخوام با این آقا پسر دو کلم حرف بزنم. ببخشید آقا. خواهش میکنم. خب چی شد؟ چی کار میکنی؟ شما چی میگی؟ یعنی میشه؟ من میگم آره منتها به این دو نفر احتیاج داریم. به کی؟ محشید و زنمون؟ نه بابا نادر و فرامرز؟ آره ما برای پیاده کردن نقشمون به آدم احتیاج داریم. آدم ولی نه آدم نیستن آخه. من خودم دو سه نفر پیدا میکنم. خیاله آخه اونی که پیدا میکنی باید مورد اطمینان باشی یا نه؟ اینا مورد اطمینان نیستن که دارم میگم دیگه. من خودم دو سه نفر پیدا میکنم. پس دو نفر رو راست ریس میکنی؟ آره. خیلی خب بفرما. فقط خانم چرا یعنی چرا یعنی چی کاری میکنی؟ کی من؟ آره اینجوری کمک کردن من اونم با این روش. یعنی غیر قانونی دیگه. آره یه کلا برداری. واقعا شما ایراد نمیگیرن؟ ببین من دیگه بازنشسته شدم میتونم یه وقتهایی به قول خودت قانون خم کنم. مگه تا حالا تحویلت ندادم قانون خم نکردم؟ چه خلوت کردی با خودت؟ دست درد نکنه آبجی. داغ داغ. مرسی. چرا تنها نشستی؟ چرا نیومدی افطار پایین؟ من که روزه نبودم آبجی. حفی موقع افطار که میشه اصلا حالا بد میشه. واسه چی؟ نمیدونم. هر سال این موقع میگم فردا روزه میگیرم. نمیشه. آخه واسه چی داداش؟ نمیدونم. یاد اولی مار که من سوره حمد یاد گرفتم واسه من یه قرآن کوچولو جایزه گرفتی؟ رکت رکت نماز واسه رو کاغذ نوشتی که از روش بخونم. خیلی خوب نگو اصلا حالا بد میشه. خب یه چایی تو بخور ولش کن. دست درد نکنه. حالا چت شده؟ کلک نکنه عاشق شدی؟ چونه من چیزی شده؟ بله من چونه من خبریه؟ نه با من دیوانه هم عاشق بشم. نه حرفا نزدن هیچ که با ازدواج کسی دیگه یه بدبخ نکرد. انقدر اتفاقا بعد از ازدواج خیر و برکت میاد تو زندگی آدم. مگه ما نیستیم؟ چی کم داریم؟ من و فرامرز خیلی هم خوشبختیم. مگه فرامرز اولش چی داشت؟
هیچ. ولی الان چی؟ بازم هیچ. اتلک میندازی؟ نه جون تو، دارم راستشو میگم. چی داره آخه بدبختی بیچاره؟ اصلا هیچی نداشته باشه. ولی خدا رو شکر اهل زندگیه و سر به راه. نه اهل دود و دم و خلافه، نه اهل رفیق بازی و یللی تلگی. یعنی تو الان راضی؟ آره. واسه چی نباشم؟ چی کم و کس دارم؟ خدایا یه زن مثل زنی که آقا فرامرز گرفته نصیب ما بکن. مگه من چه جوریم؟ هیچی آبجوشم، فقط تو باغ نیستی. یعنی چی؟ یعنی همین که سوال میکنی دیگه. اتلک میندازی؟ نه چون تو، اتلک چی؟ خدای دعامو پس گرفتم. اگه میخوای به ما زن بدی، زن ما اگه باغ نرفته از کنار باغ رد شده باشد. بعد وقتی میشه فرامرز. شاهیدو چرا میگیری؟ تو هم حق داری داداش، راست میگی. من نه باغ دیدم، نه از بغلش رد شدم. میدونی چرا؟ برای که تا الان اگه بابام یکی دیگه بود و داداشم یکم دلسوزتر بود، شاید ما هم تو باغ زندگی میکردیم و یه قصری هم بسط بشم. تو هم حق داری آبجی. ما هم اگه تو باغ بودیم، چشامون رو باغ میکردیم، این خواهر دستگلمون رو داریم به کی میدیم؟ واسه معده خیلی خوبه. بپسرم یه چی بپرسم؟ بپرس پسر دایی جون، قربونتو برم، نوکرتم، بپرس. آقا ناده اینجوری با بچه صحبت نکن. بابا این بچه سنی نداره که اینجوری باهاش حرف میزنی. آخه نوکرتم و چاکرتم و این حرف. آقا جون نداشته باشه، سنی نداشته باشه. به بچه تو این سن باید احترام بذاری، اعتماد به نفسش بره بالا. آقا جون خیلی خوب، قربونتو برم، فدات شم. من آقا جون اگر به این میگم نوکرشم کوچیکشم، نه واسه سن و سالش جون بچه‌م، نه به خدا. میدونی واسه چی آقا جون؟ فقط واسه اینه که چیه، مرام داره این بچه. این بچه با وجوده به داییم رفته. آقا نادر بد آموزی داره، احترام بذار، نه اینجوری این جمله های لاتی رو بگی نوکرتم و چاکرتم و حرفا چیه. اصلا نگران نباش آقا جون، این بچه مرام داره. آقا بزرگ کوچیکی حالیشه، اگه نه نمیگفتم من. این بچه همه جوره میفهمه. بپرس قربونتو برم، بپرس فداتشم. باز میگه بفهمه. بچه وقتی هوا سرد میشه پرندم جنوب پرواز میکنن. به 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 دیدی آقا آه. اینه میگن اعتماد به نفس. دیدی چی پرسی؟ چه سوال خوشگلی پرسی؟ داری کرد جواب شده. قربونتو برم بانش میجا، بانش میجا. پرنده ها چرا پرواز میکنن زمستونه من جنوب ها؟ چرو میرم پرواز میکنم جنوب؟ میدونی مال این چی آقا جون؟ مال اینه که نه که را دور از اینجا تا جنوب. خب اگه بخوان را برن تا زمستون سال دیگه طول میکشه آقا جون، واسه همین پرواز میکنم. خب گفتم آقا جون بزن پشت آقا جونت، بزن پشتش. آره خب گفتم آقا، اصلا جایی دیگه رو دقت میکنم، اصلا کارم همین جوریه. آرادی چی شده آقا ناده؟ نمیدونم مادر جون، اما ماشالله ماشالله این آقا جون خیلی سرخوشه. پیره من هر روز علکی خوشتر میشه. اجلنگ گفتم آقا جون حفظه مادر. چرا گریه میکنی مادر جون؟ چیزی شده؟ نه ماما، عشق شوقه. عشق شوق؟ شوق چی؟ شوق این زندگی که داری. والا ما که شوق تو این زندگی نمیبینیم. نکنه بیخیال بابات کیفور شدی. بیخیالی بابا؟ بیکاری و بیاری فرامرز؟ از آباره که خودم از سر نمشتم، از همیشه خسته شدم بابا. این چیه نکن دختر جون، منم ناراحت میشم آخه. بابا بر چی به دنیا آوردی؟ به من چه؟ مگه من به دنیا تا بردم؟ به کی به دنیا ما برده؟ خدیجه خانوم. نه بابا الان وقت شوخیه. خدا بیا مرزدش، قابله خیلی خوب بود. اگه اون نبود من سر زا رفته بودم. خدا نکنه ماما، ولی این حرف رو هیچ وقت بهم نزده بودی. آخه این چیزا گفتن نداره مادر جون. لطف خداست که الان مادر بالا سرتونه. درسته من دستم خالیه، کاری نمیتونم براتون بکنم، ولی
همیشه قصتونو خوردم چون خودم بیمادری کشیدم. همیشه آرزو کردم بودم خدا رو چی میشد مادر منم زنده بود، من باش درد دل بیمادری باید دردی مادر اله قربونه درد نگردم گریه نکن. خدا رو شکر کن مادر چون همین که سلامتی یه سخفی برای سرگونه همه دوره همین اینا شکرانه داره. ای پولی رو نداری هم یاد نیست به خدا تبکن همه چی درست میشه. عفی ببینم ببینم چیه؟ باز چی داشتی گریه میکردی؟ همینجوری دلم گرفته بود. همینجوری؟ افشین چیزی بهت گفته؟ فرامرز من دیگه تحمل سرکوب شنیدن ندارم. چه سرکوفتی؟ چی بهت گفته؟ مستقیم که چیزی نگو، کلی متلک بارم کرد. مثلا چه متلکی؟ هیچی بابا ولش کن فرامرز، فردا بی بریم این طلاهای منو بفروشی، اجاره عقب افتادمونو بدیم باشیم بریم سر خونه زندگیمو. خیلی ناوردی. سلام مادر. سلام. از سر شب چیه؟ ولکن این آسمون نیستی چیه مادر؟ یعنی ما نمیتونیم دو دقیقه با خودمون خلوت کنیم؟ پس یواش یواش وقتشه. وقت چی؟ افشی جناب سروان من بیا روی مادرتو زمین ننداز، منو به آرزون برسون. ماما اگه میخوای گیر بدی برم لباس پلیس ببوش. نه مادر جون نه، یه کار دیگه دارم. میدونین چند سالته؟ یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم چند سالمه. چی همه گیر داده سن و سال منو میپرسن؟ کی دیگه پرسید؟ مهشید دختر عمو آصف. راست میگی؟ خب آره. تو چی گفتی؟ یعنی چی گفتی؟ منم سن و سالمو گفتم دیگه. الهی شکر همه چی داره خودش خود به خود جور میشه. چی داره جور میشه؟ خدایا شکر بالاخره تو هم سر و سامون گرفتی مادر. مامان درست حرف بزن ببینم چی میخوای بگی. اتفاقا منم میخواستم بگم افشین جان موقعی زنگ گرفتنته عزب اقلیگری بس دیگه. میدونی کیو برات در نظر گرفته بودم؟ کیو؟ محشیدو قبل از این که به دنیا بیاد. ماما این موقع شب شوخید گرفته. شوخید چه مادر؟ ببین فکر کنم اونم ظاهرن تو رو میخواد. منو میخواد؟ معلومه. با چرا سنت پرسیده؟ نمیدونم حتما میخواد با من ازدواج کنه دیگه. معلومه که میخواد با تو ازدواج کنه، پس عاشق چشم ابروته، میخواد کارت ملی برات بگیره. خب میخواد با تو ازدواج کنه دیگه. یعنی عاشق چشم ابرو من نیست، میخواد با من ازدواج کنه؟ ببین عزیز دل مادر، وقتی یه زن از یه مرد میپرسه چند سالتی یعنی چی؟ یعنی چشممو گرفتی. اگه بعدش بپرسه چقدر پخته تر از سنتون به نظر میان، یعنی دیگه تمومه. اتفاقا اینم پرسید. راست میگی دیگه. آره تمومه. تمومه تمومه، شک نکن. الهی شکر خدایا من تو مادی پسرم رو میبینم. خدایا شکرت. الهی شکر. قبول باشه آقا. قبول. افشین. بله آقا. بیا جلو. آقا دارم میرم بخواب. بشین کارت دارم. آقا خسته هم میخوام برم بگیرم بخواب. بگم بشین کارت دارم. بله بفهم. اگه شما میخوای گیر بدی من برم زن بگیرم بذار واسه یه وقت دیگه. ای بابا من به زن گرفتن چی کار دارم؟ زن بخوره تو موش سرت. بفهم. که این لباس سرهنگی رو تنت میکنی؟ چیه؟ میمیری دو دقیقه این لباس رو تنت کنی؟ میخوای در همسایه ها فکر کنن که من بهشون دروغ گفتم؟ اینه میخوای؟ کجا هست همون؟ اینا پشت این درخت از سوپ تا لند افتاده. اصلا برمون
بشه دیگه. چی تو کی هستی؟ آقا ندارمه. آقا ندارمه. من بدبخت کردی شما. ندارمه دیگه بابا. چی میگه ندارم ندارم؟ من برادر زن فرامرزم. فرامرز با هر کی میخوای باش. اصلا امسال همین حیوان منو بدبخت کرده دیگه، بیچاره کرده دیگه. آقا میرم. بابا دیوانه هستی. نه خیر آقا، دیوانه خودتی. ندارمه. تمام بای بابا. میخوای ببرمت پیش مأمور زبونت باز شه؟ نه میخوای ببرمت یا نه؟ آقا مأمور چرا ببره بابا؟ آقا من برمزی کامی بدبختی کشید دیگه پس آدو من شهرداری جمع کرده با من فروش دادی. نه خب شلوغش نکن، من واسه یه کار دیگه اومدم پیشه. چی کاری آقا؟ میخوام واسه فیلم بیای. اه؟ حقوق دار نه؟ حقوق دار خوبش هم داره هستی؟ آقا حقوق داشته باشه هستیم آقا. به غیر خودت به یک دو نفر دیگه هم نیاز دارم. دو نفر دیگه هم میخوای؟ آره. اونا حقوق میدی؟ حقوق میدم، خوبش هم میدم. هستی یا نیستی؟ آقا هستیم. قاطی یا؟ بکرم معمولی هرسیدیم آقا. یا الله چی شما افی؟ ماما؟ مامان افسانه. سلام افی. سلام داداش. آب جی بیان این تو چه چقدر چی دفته؟ چی شدی؟ بابا این مهری خانم اونقدر گرد و خاکه دمپایی زده. وای ببینم قرمز شده، فوت کنم. موکم موکم عشق داره چشات بیان. کجا ماما اینا کجا؟ رفتم واسه همین کیف و کتاب بخرم. مهر شد دیگه، چند روز دیگه مدرسه هم باز میشه. همیشه خودم این خرت و پرتا رو می‌خریدم. بله ما که چند وقتیه که داداش درست حسابی که نداری. باز داری تیکه میندازی افیا. نه بابا داداش چه تیکه. داداش یه چیزی بهت بگم، ناراحت نمیشی؟ تو چی باشه؟ بشی. من نشستن که آدم ناراحت نمیشه روجه. باش بسید شوخی ندارم، بیا بشی کارت دارم. داداش جا تو میدونی که پشتبانه ما تو این خونه توی. بعد خدا دیگه ها؟ معلومه بعد خدا. پشتبانه ما بعد خدا توی. خب یه کاری نکن ما پشتبانمون از دست بدیم. لحچه هم یادت نره بگیری. من لحچه برد نیستم دایی. لحچه چی میگه؟ ما لحچه حرف بزنی دیگه. من که لحچه محچه برد نیستم دایی. بچه دهاتی لحجه بلد نیستی؟ من بچه تهرونم، اونم بچه شرق تهرون. بچه برو چهار روز آمانه تهرون میگه من بچه تهرونم. دایی لاتیرو ببین، دایی لاتیرو، دایی لاتیرو چی ببرم؟ خوب نیی؟ گله گوشت میکنه بگی لاتیرو ببین. یواش بابا تمام گوشت تن ما رو شرید کردی. خیلی گوشت داری فرامرز. آقا افشی، حال احوالو کاکو، آب در کوزه و تو تشنه لبو میکردی. داداش من، شما که میخواست 4 میلیون هزینه بکنی مال بیر کلی زدن زمین، خب این پولار مال چی میخوای حروب کنی؟ مگ ما دوتا مردی، خب این پولار خرج ما کن. دایی چه قشنگ بازی میکنی یا راست میگه. ببین یهو دیونازی در نیاری یا آقا نونی که واسه ما رواست به غریبه حروم قرب تو برم. بده با خودمون انجام میدی. تو نمیگی با این لباسه اومدی تو محله یا عفی و مامانی کسی ببینه؟ نمیفهمی اینا رو؟ آقا افشینو ما داشتیم تستو میکردیم از سر کوچه اومدیم یک نفر نشناخت. هر کی ما نگاه میکنه ما همینجا حرف زدن نمیشناسیم. سلام ببرم من. سلام آوردم تو سر نشناخت این سر کوچه خودم بهش گفتم. من فرامرزا قشنگ صحبت تو کنی. یه دقیقه اینجا وایسین الان بهر میگم. یه بابا درمر نزنی ها. نه خبر من گفت. خب تو هم با لحجه حرف بزن دیگه. من گفتم بلد نیستم دیگه. ولی به جون تو ردخور نداره و حتما قبولمون کرده. به جون خودم 3-4 میلیون افتادیم. الو خانمو، اون دو نفری بود که دنبالشون میگشتیم. الو الو صدا میاد؟ میگم اون دو نفری بود که دنبالشون میگشتی. من پیدا کردم. آره خیالت راحت راحت تختته. آره آره چطور هم خانمو؟ میگم
این دو تا کی میگفتی اینا؟ دیگه بعدن اینا بهتر گیرمون نمیاد، کارشون رو بلدن. آماده باشم اومدن. آره بابا اینا نزده میرخصن. به ایشون گفتی که چیکار باید بکنن؟ بابا همه چی میگم. حالا چیکار کنی؟ من خندم میگیره برم اونجا. چی بهشون میگم؟ هر 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 رو جان نادرو، اگر ریخت قیافه ما خند و ویل میکنید، جان خودم همچی با این داسو میزره پرپرود. کارهای خطرناک نکن، به حرفای من گوش کنید، گوش کنید ببین من چی میگم. درسته دوست دارید زود بفهمید که من میخوام چی بهتون بگم، چرا شما رو آوردم اینجا. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه ما الان عضو یه خانواده ایم. بله خوشبختانه همینطوره. بنده دارم از طرف خودم حرف میزنم آقا. من زیاد به متاسفانه بودن یا خوشبختانه بودنش مطمئن نیستم. ایشونم در تایید فرمایشات حضرت عالی عرض کردن، یعنی منظورشون اینه که بالاخره خانواده ما دور هم جمعیم، سفره پهنه، هر کس به اندازه خودش یک لقمه ور میداره میخوره، سیرو میشه خبر مرگ. ما درست حرف زن خانمو ببینه چی میگی. مقصرم چی؟ سقف بالای سرمون یه دونه هست. خیلی خوب کافیه دیگه. ما الان عضو خانواده ایم، قانون خانواده میگه اعضای هر خانواده باید هوای همدیگر رو داشته باشه. قبول داری؟ حالا خوب موافقم. بنابراین اگه مشکلی برای یکی از اعضای خانواده پیش بیاد بقیه باید چیکار بکنن؟ بستگی داره. چی درست حرف بزن؟ به چی بستگی داره؟ عرض کردم بستگی داره به اینکه اون عضو نسبتاً محترم کی باشه. حالا اگر اون عضو محترم نسبتاً محترم حالا ما بحثمون راجع به این محترم بودنش نیست، یکی از اعضای این خانواده گرفتاری براش پیش بیاد باید چیکار بکنیم؟ بیاریمش دکتر. دکتر برای چی؟ خب اون عضو نسبتا محترمه دیگه، چون مریض ناخوشه بیاریمش دکتر دیگه. قربونتو برم. با چرا دریوری داره میگی؟ بس جدیه. خب منم جدی دارم میگم افشین جون، تو خودت میدونی من سرطانم داشته باشم دکتر نمیرم. چون جدی داری میگی میگم بیاریمش دکتر. البته راست میگه، یعنی معده‌اش درد میکنه مشکوک به سرطان، اساسا دکتر نمیره. بس خدا به داد اون برسه. چی به ما میرسه؟ آره نه این دفعه به خودم قول دادم راجع به کلاسایی که میرم تحقیق کنم. الکی آدم بچه پولشون میبرم. نیکزاد هست؟ نه فکر نکنم. آره نیکزا خودم بهش. ببین مدیون یعنی تلفوناتون رو قطع کنید. بفهم راحت بشه. باشه حتما یه دفعه زنگ میزنم که با هم بریم. آره خیلی کلاس. سلام علیکم آقا. شبشت خروس میخونه. تفلی خروسک گرفته دیگه. باریکالله خوشمزه هم که شدی. چی شده؟ آقا یه سوژه توپ داره. خب میرفتی سراغ یکی از این روزنامه ها. روزنامه ها فقط به درد گردگیری میخورن نه گرد و خاک کردن. گرد و خاک کن ببینیم چه خبره. عرضم به حضور انور مبارکتون که دو نفر خوردن به پستم دنبال دستگاه میگردن. دستگاه چی؟ گنجیاب. خب خب که خوب دیگه. ای بابا تو این مملکت هزار نفر دنبال این چیزا. نه آقا جان اینا با اون هزار نفری که شما میگی فرق داره. گیرم شدن 1002 نفر. چی به ما میرسه؟ از اینایی که من میبینم خیلی چیزا. آقا هیچی بارشون نیست، تو باغ نیستن. میخوای ببینیشون؟ بل کن جون مادرت، حالم از هر چیزی رو خاکی باز به هم میخوره. اه اون وقت اینو به خسرو خانم هم گفتی؟ نگفتم امروز خوشمزه شدی؟ چیکار کنیم آقا؟ میخوای ببینیشون یا نه؟ بد نیستا. کجا نادو؟ همین پایین. این پایین؟ همین پایین جلو ساختمون. از همین پنجره میشه دیدشون. انگار عادت کردم به گناه ساده، به همین کارای پیش پا افتاده. روزای تکراری خواب و دل مشغولی، قصه بیموره حرفای معمولی.
گاهی وقتا گیرم، گاهی از خود بی خود، آخرم میپرسم که چی بود و چی شد. تو دروغ و غیبت، تو ریا جا موندم، من چرا تو مرز دین و دنیا موندم، من چرا تو مرز دین و دنیا موندم. چه گناهی ساده است، چه دروغی خوبه، چه ریاکاری تو خلوتش محبوبه.